مخالفت طرفداران رئیس جمهوری آمریکا با شمارش آرای پستی. پلیس دیترویت برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی معترضان را از این مرکز بیرون کرد تا شمارش رأی مردم ادامه پیدا کند. میشیگان، یکی از ایالت‌های کلیدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امتیازهایش را در رقابتی تنگاتنگ به جو بایدن داد. با اضافه شدن میشیگان به لیست برده‌های آقای بایدن، حالا او در آستانه پیروزی قرار گرفته. نامزد حزب دموکرات در روز چهارشنبه با اطمینان از پیروزیش بر لزوم شمارش آرای همه مردم تأکید کرد. Now, every vote must be counted. حالا همه آرا باید شمرده شوند. هیچ کس نمیتواند دموکراسی من را از ما بگیرد. نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. آمریکا راهی طولانی را پیموده و نبردهای زیادی داشته و مصائب گسترده‌ای را پشت سر گذاشته که بگذارد این اتفاق بیفتد. ما مردم ساکت نمی‌شویم. هواداران آقای بایدن ساکت نماندند. به نظر آنها ضربه نهایی نواخته شده. دوره آقای ترامپ پایان پذیرفته و او بازی را باخته است. حال و هوای طرفداران آقای بایدن که اینجا جمع شدن، حال و هوای تیمیه که خودش رو برنده میدان انتخابات میدونه. اونها در اینجا جمع شدن تا درباره مسائلی صحبت بکنن که در 4 سال گذشته اونها رو آزار میداد. مسائل مربوط به زنان، مسائل مربوط به سیاست خارجی یا مسائل مربوط به نژادی آمریکا. اما پشت این حفاظ‌ها در کاخ سفید آقای ترامپ وعده داده که مواردی رو که به نظر او خلاف قانون میاد رو به دادگاه ببره تا بتونه نتایج انتخابات رو در بعضی از ایالت‌های کلیدی به نفع خودش تغییر بده. آقای ترامپ در شب انتخابات گفته بود که رقبایش قصد دارند انتخابات را به سرقت ببرند. ما می‌خواهیم که از قانون درست استفاده شود. برای همین به دیوان عالی آمریکا می‌رویم. ما می‌خواهیم که رأی‌دهی بعد از مهلت متوقف شود. ما نمی‌خواهیم ساعت 4 صبح یک رأی پیدا کنند و بشمارند. رئیس جمهوری آمریکا شمارش آرایی که پیش از روز انتخابات پست شده بودند را به منزله رأی‌دهی بعد از انتخابات به شمار آورده و آن را غیرقانونی می‌خواند، ادعایی که به گفته کارشناسان حقوقی چندان محلی از اعراب ندارد. هر گونه شکایت دو طرف از نتایج به دست آمده به پایان روند شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی موکول می‌شود. ایالت‌هایی که حالا به جز آمریکایی‌ها نگاه بسیاری از مردم جهان هم به آنها خیره شده است. سام فرزانه، BBC در واشنگتن. همونطور که در گزارش همکارم سام فرزانه هم شنیدیم، شمارش آرای این انتخابات خیلی نفسگیر داره جلو میره. همکارم کیوان حسینی این آرا رو دنبال کرده، از روبروی نقشه دیجیتال ما اینجاست تا برامون توضیح بده که الان دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. کیوان. بله پریزاد، ممنونم. کار انتخابات در قدیمی ترین جمهوری جهان که بیوقفه از زمان تأسیسش تا امروز در اون قدرت به شکل دموکراتیک و مسالمت‌آمیز منتقل شده، حسابی گره خورده. علت اصلی هم اینه که من در برابر این نقشه ایستادم، اما به دلیل اینکه برخی از ایالت‌ها هنوز سرنوشتشون روشن نیست و رقابت در اونها بسیار نزدیک هست، برام ممکن نیست که بتونم پیش بینی بکنم در کدوم یکی از این ایالت‌هایی که در این نقشه به شکل خاکستری می‌بینید چه کسی برنده خواهد شد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات یا دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه. در این حال شمارش آرا که در بسیاری از نقاط ایالات متحده ادامه داره، در این چند ایالت با حساسیت بیشتری دنبال میشه. از آخرین باری که دیشب در تلویزیون BBC فارسی ما نتایج رو گزارش کردیم تا این لحظه، تحول مهم در ایالت میشیگان رخ داد. وقتی برنامه‌های ما به پایان رسید، ما هنوز نمیتونستیم با قاطعیت بگیم که جو بایدن در این ایالت مهم و کلیدی برنده خواهد شد. 16 رأی
کالج انتخاباتی داره و بردن جو بایدن در این ایالت کار آقای ترامپ رو برای موندن در کاخ سفید حسابی دشوار کرده. جایی رو که با حساسیت بسیاری امروز دنبال خواهیم کرد و منتظر خواهیم بود تا همکاران من در بی بی سی در ارتباط با اون تصمیم گیری بکنن، ایالت ویسکانسین هست که بخش عمده آرا در اونجا شمرده شده، اما چالشی حقوقی وجود داره و دشوار هست که در نهایت ببینیم چه کسی در اینجا برنده خواهد شد، به خاطر اینکه فاصله دو نامزد هم چندان زیاد نیست. اگرچه آقای بایدن پیشتاز هست و پیشتاز مون تا پایان شمارش آرا در ایالت ویسکانسین 20,000 رای داره و نتیجه این چالش حقوقی هم بسیار اهمیت خواهد داشت. امروز چشم ما به دو ایالت نوادا و آریزونا خواهد بود که همچنان از جمله ایالت‌هایی هستند که احتمال داره ایالتی باشه که حزب دموکرات به دست میاره و همراه با ویسکانسین و میشیگان رو هم که برده جو بایدن خودش رو در آستانه ورود به کاخ سفید ببینه با 207 رای الکترال. قبل از اینکه این تحولات رخ بده، تا این لحظه چیزی که ما با قاطعیت میتونیم بگیم و مطمئن هستیم که اتفاق افتاده در این انتخابات این هستش که جو بایدن تا اینجا موفق شده 243 رای الکترال به دست بیاره و دونالد ترامپ 214 رای الکترال. کسی که میخواد وارد کاخ سفید بشه دست کم به 270 رای الکترال نیاز داره. پریزاد، ممنون ازت کیوان. ولی باز هم برمیگردیم به کیوان. کیوان، میخوام ازت یه سوالی بپرسم. این که ما چرا در رسانه‌های مختلف داریم آمار متفاوت رو میبینیم؟ مثلا الان که من روی نیویورک تایمز نگاه میکنم، آقای بایدن 253 رای داره به 214، ولی روی سایت بی بی سی اگه نگاه بکنیم 243 رای داره آقای بایدن و آقای ترامپ 214. تا چرا؟ نکته کلیدی که در اینجا وجود داره تفاوت اصولی هست در مسئله شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران و افغانستان. در کشورهایی مثل ایران و افغانستان شما آرای در واقع دو نامزد رو میشمارید و بر اساس جمع کل آرا در سطح ملی برنده رو اعلام میکنید که در اینجا آقای بایدن جلوتر است از آقای ترامپ. اما در ایالات متحده به شکل دیگری هست و تک تک این ایالت ها هستند که درش برنده باید روشن بشه. برنده هایی که ما داریم در اینجا میبینیم پیش بینی رسانه ها هستند. بسیاری از این ایالت ها شمارش آرا در اونها به پایان نرسیده. به همین دلیل هست که در بین رسانه های مختلف پیش بینی های مختلفی انجام میشه و چه بسا دلایلی و استدلال هایی مطرح بشه. مثلا در همین سازمانی که ما اینجا هستیم با این در واقع هدف که هیچ کدوم اینها رو جوری پیش بینی نکنیم که ناچار بشیم دوباره اونها رو تغییر بدیم و به همین دلیل هم هستش که برخی جایی رو زودتر یا دیرتر پیش بینی میکنند. اون چه در این نقشه من دارم به شما نشون میدم اون چیزی هست که بی بی سی مطمئن هست که اتفاق خواهد افتاد در این انتخابات و در ادامه روز هم براتون خواهم گفت که در ایالت های خاکستری چه اتفاقی خواهد افتاد.